سال 1399 قیمت دلار آمریکا به بالای 25 هزار تومان و بر اثر تورم قیمت برخی کالاهای اساسی مثل مسکن، خودرو و برخی مواد غذایی تا حدود 7 برابر سالهای قبل افزایش پیدا کرد. دو سال قبل از آن ترامپ از برجام، توافقی که قرار بود بسیاری از مشکلات تحریمی ایران را حل کند، خارج شده بود و تحریم‌های جدیدی را هم علیه ایران امضا کرد تا اقتصاد ایران را به ادعای خودش به جهنم بفرستد. Iran right now is an economic mess. They're going through hell. The sanctions have hit them hard. More sanctions are going to be put on. A lot more. It's hard to believe you can even put on. رئیس جمهور روحانی هم آمریکا و تحریم‌ها اصلی مشکلات به وجود آمده برای اقتصاد ایران معرفی می‌کرد. مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لعن و نفرین بکنن، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه. آدرس اشتباه کسی به اونها نده. اما آیا ادعایی که از یک سو دولت مردان آمریکا و از سوی دیگر دولت مردان ایران دارند که افزایش جهشی قیمت ارز و تورم افسار گسیخته سالهای گذشته به واسطه فشار تحریم‌های آمریکا بوده است، صحت دارد؟ یا در پشت صحنه اتفاقات دیگری در اقتصاد ایران در حال رقم خوردن بوده که خیلی‌ها دوست ندارند برای مردم شفاف شود؟ آدرس غلط، کاری از برنامه سریا. در سالهای پایانی دولت دهم، قیمت ارز در بازار آزاد حدوداً 3 برابر شده و به بیش از 3000 تومان رسیده. دکتر حسن روحانی به عنوان پدیده انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری با وعده ثبات در قیمت ارز و ایجاد رونق اقتصادی از طریق مذاکره با غرب برنده انتخابات نفسگیر آن سال شد. برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد. ما می توانیم در 1 زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم، اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنیم و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن. سانتریفیوژ خیلی خوبه به چرخه، به شرط این که زندگی مردم هم به چرخه، کارخونه‌های دیگر هم به چرخه، صنعت هم به چرخه، و این کار شدنیست. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه. بعد از حدود 2 سال مذاکره با 5+1، سرانجام انتظارها در تیر ماه سال 1394 به سر رسید و امیدها برای تحقق وعده‌های رئیس جمهور قوت گرفت. در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های مربوط به بیمه، مربوط به حمل و نقل، تمام تحریم‌های مربوط به پتروشیمی، فلزات گرانبها، تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. با تبلیغات سنگین صورت گرفته، تصور گروهی از مردم که به خیابان‌ها آمده بودند بازگشت قیمت دلار به 1000 تومان بود. همین امیدها و تبلیغات سنگین باعث شد در هفته‌ها و ماه‌های بعد از برجام قیمت دلار اگرچه کاهش نیافت، اما افزایش خاصی هم پیدا نکرد. در همین روزها و همزمان با جشن‌های برجامی، در پشت صحنه اتفاق خطرناکی در حال شکل گرفتن بود. اینجا در جلسات اقتصادی دولت بحث و جدل‌های مهمی جریان داشت، اما آن روزها سعی می‌شد خبری به بیرون درز نکند.
طبق متن برجام قبل از اینکه طرف مقابل تحریمی را کاهش دهد، ایران به همه تعهداتش عمل کرد. سانتریفیوژها جمع شد، سایت فوردو تعطیل شد و در قلب راکتور عراق بتون ریخته شد. اما نوبت به اجرای تعهدات طرف مقابل که رسید، تقریبا هیچ چیزی آید ایران نشد. می also give you a snapshot of what has happened since 3 months ago, the date of implementation of the JCPOA. Almost nothing. بعد از مدتی ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا با وعده پاره کردن برجام وارد کاخ سفید شد. 6 ماه بعد دکتر حسن روحانی در انتخابات دوره 12 ریاست جمهوری ایران با شعار رفع سایر تحریم‌ها و ادامه ثبات در اقتصاد ایران برای دومین بار پیروز انتخابات شد، در حالی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. اما با گذشت حدود 2 سال از شروع دولت 12، نه تنها مشکلات اقتصادی ایران حل نشد که به یک بار قیمت ارز در کمتر از 1 سال به بیش از 25 هزار تومان رسید و همه رویاهای وعده داده شده فرو ریخت. حالا دولت آمریکا با زیرکی این جهش ارزی در ایران را به اجرای تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده خودش نسبت می‌داد و دولت ایران هم به زبان دیگری خروج ترامپ از برجام و سخت شدن تحریم‌ها را علت این گرانی‌های بی سابقه می‌دانست. ملت ایران از هر دو طرف یک پیام می‌شنید. پیامی که اقتصاد ایران را به تصمیمات آمریکایی‌ها گره می‌زد و اقتصاد ایران را شرطی و وابسته می‌کرد. حالا به اصل داستان و سوال اساسی رسیدیم. آیا این پیام دو طرفه که به ملت ایران مخابره می‌شد درست بود؟ برای پاسخ به این سوال مهم، باید از هیاهوهای سیاسی و جشن‌های برجامی عبور کنیم و به پشت صحنه اقتصاد ایران برسیم، جایی که اتفاقات اصلی خارج از دید عموم مردم و رسانه‌ها رقم می‌خورد. این نرخ ارز در اقتصاد ایران از بعد از جنگ سال 69 تا سال 96، اواخر 95. این نرخ ارز رسمی در اقتصاد ایرانه. 71 81 91 ما شوک‌های ارزی در اقتصاد ایران داریم. یعنی هر 10 سال یک بار یه فنری به نام ارز میجهه و میزنه اقتصاد خراب می‌کنه. درست مثل فنر یه تفنگ میمونه. سال 71 نرخ ارز رسمی ما یک شبه، یعنی اینکه میگم یه دفعه جهش می‌کنه، یعنی دیگه یه روز. حالا اون روز روز معمولاً اول سال 21.5 برابر شد. نرخ ارز 6 تومن 7 قرون میشه 64 تومن 4 قرون. 21 ده سال بعد این دولت سازن بود. 10 سال بعد دولت اصلاحات، نرخ ارز 4.5 برابر میشه، 144 تومن میشه نزدیک 799 تومن خورده ای، پس 800 تومن. 10 سال بعد این دولت اصلاحات، 10 سال بعد دولت مهرورزی، دولت مهرورز 2.5 برابر میشه. این اقتصاد، اقتصاد آسیب پذیریه که توش یه فنری سال به سال فشرده میشه، یه بچه هم رد بشه پاش به این فنر رو بخوره میترکه. چه برسه آقای اوباما. این آقای اوباما در واقع این هنر رو داشت به لحاظ رسانه‌ای، بله، که بگه این من اون کاری که من کردم. به اوباما میگه یه جا من با تحریما کاری کردم که ارزش پول ایران 3.5 برابر کاهش پیدا کرد. این نرخ 3.5 برابر شد. خب یکی نبود دیگه، آقای اوباما 10 سال پیشم شما 4.5 برابر کردین نرخ ارز ما رو، 20 سال پیشش هم شما 21.5 برابر کردین نرخ ارز ما رو. نه، اون موقع قیمت نفت اومد پایین در زمان دولت اصلاحات، قیمت نفت اومد شد 8 دلار، دولت نتونست تو بازار ارز مداخله کنه، قیمت افت کنه. سال 71 بحران بدهی‌های خارجی بود، دولت سازندگی داشت هی یوزانس و فاینانس می‌گرفت، بعد بانک مرکزی مثل اینکه متوجه نبود اینا همزمان برای با هم دیگه سررسید میشه، اصل بدهیش یه دفعه دولت بعد درآمدش میداد برای اصل بدهی قرضه که گرفته تو بازار ارز نتونست مداخله کنه، قیمت افت کنه. مداخله دولت تو بازار ارز برای چیه؟ برای اینکه مردم خرید بدن، گران نشه. برای اینکه مردم خرید بدن. چجوری مردم فریب میدن؟ من چاپ پول میکنم، من بی‌انضباطی پولی دارم، من دولت بی‌انضباطی پولی دارم، بی‌انضباطی مالی دارم، کسی بودجه دارم، پول چاپ میکنم تا کسی بودجه رو تامین کنم. کسی بودجه یعنی همین حقوق کارمنده ها، یعنی پروژه های عمرانی، یعنی این چیزا. یه پروژه عمرانی رو تموم نکرده میره کلنگ یه پروژه دیگر میزنه چون موقع انتخاباتش. یه اون نه فقط دولت، مجلسی هم همینطور، موقع انتخابات که میشه اصلا کاری ندارن پروژه قبلی تموم شده یا نه، پول میکنن که برن یه پروژه دیگه. اینا بی‌انضباطی مالیه، یعنی که من هر سال کسی بودجه دارم، پول چاپ میکنم، پول چاپ میکنم باعث تورم میشه. از وقتی نفت اومد تو اقتصاد ما، ما تورم های دو رقمی داریم.
به طور متأثر دیتاش تو بانک مرکزی هست، بزنن هر کسی تو اکسل بلده میتونه اینو بزنه، اوریج میانگین میگه حدود 20% با تورم داره، 18-19% تورم سالانه ایرانه، دلار امریکا یا ارزهای دیگه اینا 3-4% تورم دارن. این اختلاف کاهش ارزش پول ملی ما در مقابل دلار چرا خودش تو نرخ ارزش نشون نمیده؟ دولت ها میان ارزی که از نفت دست آورده رو هی میزن تو بازار که باهش تورم رو از چشم مردم مخفی کنن، چون بخشی از کالاهای مردم وارداتیه، اون کالای وارداتی به قیمت دلار اگه دلار 1000 تومان بمونه عملا انگار گرون نشده، چون کالا مثلا تلویزیون LCD 100 دلاره، 100 دلار هم 1000 تومان باشه یعنی 100 هزار تومانه، تا تمام 10 سال 100 هزار تومان میمونه. دائم هی ما با پول دلار نفت هی یارانه میدیم به خارجی ها، به کالاهای وارداتی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم نشون ندیم داره تورم اتفاق میفته، هر 10 سال یک بار دیگه کنترل از دستمون خارج میشه به یه بهانه، یه بار بحران بدهی خارجی، یه بار قیمت نفت پایین میاد، یه بارم نقل و انتقالات ارزی به دلیل تحریم ها مشکل میشه و بانک مرکزی مداخلتش کم میشه، هر بار یه بهانه پیش میاد تا این زوری که من رو فنر آوردم دیگه نتونم بیارم و این بترکه. در واقع همه چیز به این نمودارها برمیگردد، نمودارهای عجیبی که حاصل کار ساکنان واشنگتن دی سی نیست، بلکه در نهایت تعجب توسط پاستورنشینان و متولیان نظام بانکی خودمان درست شده است. افزایش حدوداً 7 برابری نقدینگی در سالهای اخیر در شرایطی که تولید کشور تقریباً رشد 0% داشته، رکوردی کم سابقه در ایران و دنیاست. برای فهم راحت‌تر موضوع ارتباط حجم نقدینگی و تورم، مثال ساده سازی شده ای می‌زنیم. فرض کنید در یک جامعه ساده 5 نفره، تنها 5 واحد پول و تنها 5 عدد گلابی وجود داشته باشد. حالا می توان گفت قیمت هر عدد گلابی به طور میانگین 1 واحد پول است. حالا فرض کنید دولت حجم پول را در این جامعه 2 برابر کند، ولی تعداد گلابی ها ثابت باقی بماند. حالا ما 10 واحد پول داریم و همان 5 عدد گلابی. حالا هر نفر می تواند 2 عدد گلابی بخرد، ولی 5 گلابی بیشتر نداریم. پس با افزایش تقاضا و ثابت ماندن عرضه کالا، قیمت هر عدد گلابی 2 برابر می شود. دولت برای اینکه بتواند قیمت گلابی ها را کنترل کند، تنها 1 راه دارد. اینکه با 2 برابر شدن حجم نقدینگی در جامعه، تولید گلابی را هم 2 برابر کند. این مثال ساده نشان می‌دهد وقتی بدون افزایش تولید، نقدینگی افزایش پیدا کند، تورم هم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. این موضوع یعنی ارتباط افزایش حجم نقدینگی با تورم و کاهش ارزش پول ملی چیز جدیدی نیست. میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصادی که به او لقب پدر اقتصاد پولی می‌دهند، سالها قبل در این مورد توضیح داده بود. Now the first step toward understanding the cause of inflation is to recognize that it is always and everywhere a monetary phenomenon. It's always and everywhere a result of too much money, of a more rapid increase in the quantity of money than an output. That proposition has been documented over and over again. We have evidence for the United States for over 100 years, for Great Britain for 200 years, for Sweden for 200 years. There has never in history been an inflation that was not accompanied by an extremely rapid increase in the quantity of money. There has never in history been an extremely rapid increase in the quantity of money without an inflation. But in order to persuade you of this quickly and with a minimum waste of time, I have brought a few pictures along to show you that will graphically illustrate the proposition about the relation between money and inflation. You can make out that there are 2 lines on that chart. That chart is for the United States, and it covers the 13 years from 1964 through 1976. And one of those charts, the solid line, is the quantity of money per unit of output. And the other line, which is a dashed line, is the consumer price index. And you can see that the 2 lines are almost indistinguishable. Now, I've got a segment of 13 years up there, but if I had a segment of 100 years, the relationship would be the same way throughout the whole of that period. But you may say that's only for the United States. But
What about other countries? And so let's have the next slide. The next slide is for Germany for the same period. And again, you will see the same story. Now, the interesting thing here is that you can see that the quantity of money for a while in the later in the 70s was running ahead of the price index, but now they're coming back together again. And that's a behavior you very often observe. Well, the United States and Germany are very similar countries. What about another country? Let's have the third chart. And the third chart there is supposed to be for Japan. I can't read it. Is that what it says up there? That's for Japan. And you will notice that the Japan experienced a much greater price rise than either the United States or Germany did. شاید نسخه هایی که فریدمن برای اقتصاد کشورها میپیچد کارا نباشد، ولی تحلیل و پیشبینی هایی که بر اساس آمار روی کاغذ ارائه میدهد نیازی به اثبات ندارد. در 8 سال گذشته حجم نقدینگی در جامعه ما حدود 7 برابر شد و به صورت خیره کننده ای افزایش پیدا کرد بدون افزایش تولید، و این به آن معنی است که ارزش پول ما 1/7 شد. یعنی اگر در آغاز دولت 11 قیمت دلار را حدوداً 3300 تومان در نظر بگیریم، با فرض کاهش تقریباً 20% ارزش دلار با توجه به تورم موجود در اقتصاد آمریکا، امروز باید قیمت هر دلار حدوداً 18500 تومان باشد که این عدد خیلی به قیمت روز دلار در بازار نزدیک است و اختلافش تا بالای 20000 تومان هم به دلیل تقاضای کاذبی است که برای ذخیره کردن دلار وجود دارد. و البته کمبودهای مقطعی دلار به خاطر تحریم‌های بانکی از سوی آمریکا هم در این اختلاف ناچیز مؤثر است. این سطح تولید ناخالص داخلی کشور ایران، یعنی اینقدر اقتصاد ما توش تولید اتفاق افتاده. بعد میاد یه رشد خیلی ناچیزی داره، بعضن رشد منفی، رشد مثبت و اینها. الان مثلا یه عدد کوچکی رشد کرد. حالا تقریباً ثابت مونده. چیزی در حدود 0% رشد. یا مثلا یک چند دهم درصد رشد. متوسط بگیریم، اصلا خیلی الان دعوای رشد اقتصادی نداری. میخوام که حالا نقدینگی رو نشون بدن اگر که دارند اینجا. اما این نقدینگی، ببینید این حجم پول در اقتصاد ایران از سال 99 که نزدیک 360 هزار میلیارد تومان بوده تا الان که 3200 میلیارد تومانه. حالا یه جایی گفته 360، یه جایی گفته نزدیک 400 هزار میلیارد تومان، یه عدد متفاوته. چیزی نزدیک 7-8 برابر حجم نقدینگی شده. خب ببینید وقتی رشد حجم پول 700-800% رشد اقتصاد چیزی در حدود 0%، این یعنی همون رودخونه که شما میگید از زیر داره پی رو خراب میکنه. یعنی ما در همین دوره‌ای که ما فکر میکنیم که با اتفاقاتی در خارج از مرزها مشکلمون حل میشه، در حالی که نمیدونیم در اقتصاد خودمون، در شبکه بانکی خودمون نقدینگی داره اینجوری رشد میکنه. مثلا شما همین الان ببینید دلار 3500 تومانی رو 7 برابر می‌کنید، خب میشه 22000 تومان. یعنی اصلا نمیخواد فکر کنید که این اومدن صندوق ندم فلان ایالت امریکا باعث این شد یا اون، اصلا اون ارتباط این همینه. این دوتا موضوع داره اون. یعنی این خیلی تمام دغدغه برنامه جو انداختن این مفهومه که آقا توی اقتصادی نقدینگی توسط بانک‌های دولتی و خصوصی و کمبود و کسر بودجه هایی که دولت از بانک مرکزی قرض میکنه و پای پولی زیاد میشه و اینها، نقدینگی نظام بانکی ما 7-8 برابر کرده و این 7-8 برابر تو تولید نرفته، تولید ما ثابت مونده، کالا و خدمات تولیدش رشد خاصی نکرده. خب معلومه دیگه، این باعث تورم شدید میشه و خب طبیعتا قیمت ارز هم رشد میکنه. میخوام بگم یعنی پس ریشه رو دریابیم. ریشه این نیست که بگیم آقا بریم مذاکره بکنیم، هزار تا مذاکره هم شما بکنید تا این رو حل نکنید ارز شما همین جوری آسانسوری رشد خواهد کرد. اینکه رهبر انقلاب بارها میگه ما این سیل نقدینگی باید بره به سمت تولید و به سمت چیز، نره تو بحث ارز و سکه و زمین، که هر جایی بره این رو خراب میکنه. این همون سیل است که داره از زیر پی این ساختمون رو میزنه و دوستان هی ماله میکشن میگن آقا یه مذاکره دیگه میکنیم، یه کار دیگه میکنیم، یه ذره پولمون رو آزاد بکنیم، یه کاری کنیم قیمت بیاد بالا پایین. این مالکشیه ثواب نمیده، باید به فکر پیسازی باشیم. تا اینجا فهمیدیم که ریشه افزایش جهشی قیمت ارز
انبوه نقدینگی خلق شده در سالهای اخیر است که به سمت تولید هم نرفته است. حالا این انبوه نقدینگی چطور ایجاد شده است؟ نقدینگی از دو طریق ایجاد می شود. در روش اول بانک مرکزی هر سال با چاپ پول علاوه بر مقداری که قبلاً وجود داشته پول تولید می کند و این یعنی خلق نقدینگی. این مدل از خلق نقدینگی همیشه در اختیار دولت هاست. اما راه دوم که کمتر در رسانه ها به آن پرداخته شده، خلق نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی است. فرض کنید شما 1000 تومان پول را در بانک پسنداز می کنید و بانک تقریباً همان میزان را به کس دیگری وام می دهد. حالا هم شما 1000 تومان پول دارید و هم کسی که از بانک وام گرفته و در نتیجه حجم نقدینگی دو برابر شده است. برخلاف چاپ پول که اختیارش تنها در دست بانک مرکزی است، بانک ها چه دولتی و چه خصوصی این توان را دارند که با وام دادن نقدینگی را در کشور افزایش بدهند و در عین ناباوری در کشور ما این اختیار مهم حاکمیتی که باید در جهت رشد تولید و اقتصاد مولد استفاده شود به دلیل رها بودن و عدم نظارت کافی بر بانک های خصوصی و دولتی به سمت سوداگری رفته و علیه تولید ملی و اقتصاد مولد استفاده شده. اگر این تسهیلات به بنگاه های تولیدی و صنعتی داده می شد تولید تورم نمی کرد. اما بالا نرفتن نرخ رشد اقتصادی در سالهای گذشته نشان می دهد این تسهیلات به تولید کمک زیادی نکرده است. حالا وقت سوال دوم است. این حجم انبوه از نقدینگی تولید شده با تسهیلات بانک ها اگر به تولید نرسیده پس کجا رفته؟ یه چند تا اسلاید اگر دوستان عزیز من نشون بدن صفحه رو، شرکت های سرمایه گذاری و ساختمانی بانک ها از سایت های خود بانک ها هم استخراج شده اینها. مثلا نمونه بانک ملت هست که پروژه هاشو در سمت راست دوستان میبینن، انواع پروژه های بانک ملت هست که رو سایت خود بانک ملت مشخص هست. نمونش پروژه 64,000 متر مربعی برد جام هست که تو مستند هم بود و انواع پروژه های دیگه. بانک تجارت با هم میبینیم که شرکت سرمایه گذاری تجارت زیل بانک تجارت در سایتش مشخص شده. سمت راست لیست پروژه هایی هست که با هم میبینیم، نمونه هایش رو با هم داریم. مجتمع تجاری در پاسداران 2000 متر مربع، مجتمع تجاری در ولیعصر 40,000 متر مربع. بانک پاسارگاد رو با هم پروژه هاش می‌بینیم که باز از خود سایت بانک پاسارگاد، نه هیچ چیز محرمانه ای نیست، همه مردم میتونن ببینن. تخلف هم شاید اصلا بانک ها معتقد نشن که تخلف هم نیست، ما میخوایم جهتگیری بانک ها رو ببینیم که منابع بانکی به سمت چه کارهایی رفته و اگه الان تولید کننده ما 40% داره کار میکنه و نقدینگی نداره، نقدینگی ها کجا رفته در سالهای گذشته. پروژه های مختلف رو با هم میبینیم که تجاری 30,000 متر مربع، تقریبا هر بانکی بین 2 تا 5,000 تا 10,000 میلیارد تومان پروژه ساختمانی داره. مجتمع تجاری پیروزی در حال ساخت 167,000 متر مربع، مجتمع کشاورز در بوابر کشاورز تهران 71,000 متر مربع. بانک سرمایه رو با هم میبینیم، بله تو سایت خود بانک هست که انواع شرکت های بانک سرمایه رو نشون میده، صرافی دارن و حالا این فقط وقت ساختمانی، شما با هم بعضی از پروژه هاشون رو داریم نشون میدیم. بانک سپه رو با هم میبینیم پروژه هاشون، اینا همه تو بانک در واقع شرکت سرمایه‌گذاری هست که تو خود سایت بانک تجارت زده. مجتمع تجاری اداری امید تهران خیابان شهید متحری 51,000 متر مربع، مجتمع تجاری پارمیس 12,400 متر مربع، مجتمع تجاری اقامتی مشهد در خیابان امام رضا 12,400 متر مربع. 5 تا از این پروژه های بانک ها رو جمع میزنیم ولی یک بانک های میشه 5,000 میلیارد تومان که این 5,000 میلیارد تومان بودجه عمرانی شاید 10 تا استان ما باشه در سال، که ببینید تو 5 تا برج این منجمد شده و خلاصه شده. مجتمع تجاری اداری همت 53,000 متر مربع. تیپ پروژه ها رو میبینیم که چقدر با فضای اقتصاد مقاومتی و اصلا بحث تولید ملی و اینا همکاری داره. مجتمع تجاری اداری بهشتی اطلس پلازا که مردم دیدن پروژه رو با هم میبینیم، تصویرش رو که در تپه های عباس آباد هست، اینم تصویری هست که قرار هست که این پروژه به این شکل در بیاد که حالا از بعضی از بانک ها اصلا انتظار نداره، بانک هایی که قرار هست در حال کمک بکنن به اقتصاد مقاومتی. اینم تصاویر طرح پروژه هست. اطلس مال مرتبط با همون بانک،
خیلی سریع تهران از یک جایی عبور میکردم با ماشین، یه دیواری بود، این من یه وقتی به جنابالی هم گفتم یه دیوار طولانی هم تا هی با ماشین رفتیم هی دیدیم این دیوار هست. من پرسیدم مال چیه این، چیه اینجا به این بزرگی تشکیلات عظیمی؟ گفتم بله مال بانک فلان، یه بانک. و این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو؟ یعنی واقعا این چیز مهمیست، این پولای مردم رو میگیرن اینجوری امکانات درست میکنن، بنگاهداری میکنن. بانک ها بنگاه بنده همینجا تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بنگاهداری بانک ها رو بگیرید، بانک برای بنگاهداری نیستش که. سال گذشته و در میان انتقادهای فراوان، بزرگترین مرکز خرید ایران و غرب آسیا در تهران افتتاح شد. مرکز خریدی که حتی از دبی مال، مرکز بزرگ تجارت چین، ترافورد سنتر انگلیس و مالاو امریکا هم بزرگتر بود. ساخت این مرکز کلکسیونی از تخلفات ساختمانی، اما از این تخلفات مهمتر تخلفات بانکی بود که برای ساخت این مال اتفاق افتاده. تنها یک بانک بیش از 20% از تسهیلات خود را از زمان تأسیسش تا به امروز به این مرکز خرید اختصاص داده و شرکت سازنده این مال هم زیر مجموعه همان بانک بوده و این عین تخلف بنگاهداری بانک هاست. تسهیلاتی که برای ساخت این مال هزینه شده از نظر مقدار ریالی معادل بودجه عمرانی 7 استان کشور است و این یعنی به جای ایجاد اشتغال در کشور با ایجاد نقدینگی چند هزار میلیارد تومانی تنها یک مرکز تجاری در تهران ساخته شده که آن هم احتمالاً در آینده نزدیک تبدیل به محل فروش محصولات با برندهای خارجی خواهد شد. خب این 20000 میلیارد تایی که معادل حدود 20% تسهیلات کل اون بانک بوده، یعنی کلا اصلا مفهوم داریم که یک بانکی رو تأسیس کردن که باش یه مالی رو بسازن یا باش پروژه های خود صاحبان بانک رو تامین مالی کنن که همین اتفاق هم تقریبا اون مال هم جزء بنگاه های خودشون بوده. بله دقیقاً به بانک خصوصی، یک بانک خصوصی که من واقعا تعجب میکنم یه در واقع سوزنی در انبار کاه نبوده که به این بانک مرکزی متوجه نشده. یه تخلف بزرگی اتفاق افتاده. این 20000 میلیارد تومان، خود این عدد 20000 میلیارد تومان 40 برابر سقف قانونی تسهیلاتیه که اون بانک میتونسته به یه شرکت بده. یعنی تهش میتونسته مثلا 500 میلیارد تومان به یه شرکت وام بده، سقف مقداری که میتونسته، ولی به یه در واقع شرکتی که خواسته مال رو بسازه 20000 میلیارد تومان تسهیلات بده. کاملا تخلف. خب بانک مرکزی ما کجا بوده اینجا؟ و همین منابعی که داره هدر میره. خود ساخت اون مال هم من میدونم کلی مجوزهای بله، حالا اون بحثای زمینه‌ای که کنار کردیم و اینا همه زیر سوال بود و کلی تخلف اونجا اتفاق افتاد. حالا تازه اونا رو که کنار بزنیم، بحثای بانکیش که اصلا فاجعه‌ایه که تو نظام فکر می‌کنم این کیس رو اگر تو دنیا ما مطرح بکنیم مدال اول فاجعه در نظام بانکی به ما میدن. این فرمول توی همه بانک‌ها وجود داره، یعنی دارن خلق پول می‌کنن واسه خودشون. این پروژه که بانی واقعی کلمه اقتصادی نیست که بخواد برگردونه، خب بر نمیگردونه. این برای همه بانک‌ها هست و هر بانکی که شما سرنخش رو بگیرید، بانک خصوصی در واقع سرنخ بی همچی جریان میرسی، جریان سیاسی بسیار قوی، پروژه خیلی تمطراق و خیلی بزرگ و آخرش هم غیر اقتصادی به حال تولید ملی و در واقع ایجاد کننده اون چرخه معیوب خلق پول، تورم و در واقع داستانی که با تو جهش قیمتی که همیشه داشتیم. این روند بنگاهداری بانک‌ها در سال‌های اخیر همچنان ادامه داشته و بانک‌ها علی‌رغم انتقادات مسئولان بخش عمده‌ای از تسهیلاتشان را به شرکت‌های زیرمجموعه خود برای ساخت مجتمع‌های اداری و تجاری یا همان مال‌ها اختصاص می‌دهند. این اتفاق همان خلق پول بدون بالا رفتن تولید و رشد اقتصادی است که در موردش صحبت کردیم. 10000 میلیارد تومان نقدینگی خلق شده برای خرید زمین و ساخت ملک که موجب تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار شده است. اگر بخوایم تورم رو معنا بدیم بهش که همه درک بکنن، تورم یعنی برداشت پول از جیب دهکای هزینه پایین یعنی فقرا و گذاشتن پول در جیب ثروتمند. شاید فکر کنید این مال ها با پول بانک های خصوصی ساخته شده است، اما بار تورم حاصل از خلق هزاران میلیارد تومان نقدینگی لازم برای ساخت این ساختمان ها به همه مردم ایران وارد شده است و سفره آنها را هر روز کوچکتر کرده است و می توان گفت پول ساخت این مال ها از حساب تک تک مردم برداشته شده است.
شاخص بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته سبز شده و امروز هم تا این لحظه رشد 10000 واحدی رو به سبز رسونده. برای اطلاع از حال هوای این روزهای بهار و تابستان سال 1399 روزهای سبز بورس اوراق بهادار تهران بود و هنوز کار بورس به تجمعات خیابانی نرسیده بود. بانک ها چه دولتی و چه خصوصی میزان وام تعلق گرفته به کارگزاری ها برای خرید سهام را تا 3 برابر افزایش دادند که این مبلغ 176 هزار میلیارد تومان. جالبتر این که تعداد زیادی از این کارگزاری ها در اصل شرکت های زیرمجموعه همین بانک ها بودند. باز هم خلق نقدینگی از طریق تسهیلات برای خرید سهام و بورس بازی و نه تولید و ساخت و اشتغال. اگر اعطای وام برای خرید ارز، سکه یا طلا قابل دفاع نباشد، دادن وام برای خرید سهام هم قابل دفاع نیست. سفت بازی به شکل کلیش خب همه جا یه جوره، یعنی اگر بخواد پول زیادی توی مسکن بیاد قیمتاشو بی‌مصرف میکنه، توی طلا بیاد همین اتفاق میفته، توی بورس هم همین جوری میشه. با این تفاوت که مثلا میگیم طلا به خاطر اینکه ورود و خروج هم داره با بازار جهانی و قیمت گذاریش توی جهان داره انجام میشه، اینجا نمیشه بشه. یعنی شما هر چقدر هم بخواید ریال چاپ کنید که مردم باش طلا بخرن، قیمت طلا رو خیلی بالا نمیبره، همون قیمتش میمونه. ولی در مورد زمین، در مورد مسکن و در مورد مثلا میگیم سهام، این اتفاق میتونه بیفته و سهام خوب پذیرتر از بازارهای دیگه است. یعنی ما سال گذشته شرکتی داشتیم که ای پی اسش منفیه، شرکت زیانده، مثلا سهامش 15 برابر شده. شرکت داشتیم که دوره بازگشت سرمایه‌اش یا پی بی ایش مثلا 570 مثلا 87 برابر مثلا این قیمتش هم برابر شده بود. خب اینا به کجا برمیگرده؟ به این پولی برمیگرده که شما دارید صرف خریدی کالای محدودی میکنید. این تسهیلات میتوانست به خود واحدهای صنعتی یا تولیدی در قالب طرحهایی مثل سرمایه در گردش اعطا شود و بخشی از مشکلات بیکاری و اشتغال را در کشور حل کند. نهایتاً هم این شرکت‌های بزرگ بودند که با نوسانگیری از سرمایه‌های مردم و خروج در اوج، روزهای قرمز بازار سرمایه را رقم زدند. اما این تسهیلات وام‌هایی بودند که مقصد مشخصی داشتند و به احتمال زیاد بازگشتی برای آنها متصور است. حجم زیادی از تسهیلات داده شده در سال‌های گذشته مقصد نامعلومی داشتند. دادگاه محمد هادی رضوی، داماد یکی از وزرای دولت‌های 11 و 12، یکی از دادگاه‌های چالشی سال‌های اخیر بود. او یکی از کسانی بود که در سال‌های اخیر به بهانه‌های مختلف از بانک‌های دولتی و خصوصی میلیاردها تومان وام گرفته بود. 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کردند و 104 میلیارد تومان از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و صادرات. فرمان که من بازرگان بودم، سالن‌های چند منظوره داشتم و استودیو سازی می‌کردم و فلان. ردیابی تسهیلات رو من ایشون به همراه آقای دلاویز و آقای امامی یک ملکی در نوشهر می‌خرن به مساحت 78750 متر. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی ملکی در خیابان آفریقا به مساحت 456 متر سرمایه گذاری برای کشور اشتغال آفرینی میکرد. در خیابان احمد قصیر ایشون 5 طبقه خریداری میکنن، هر طبقه 260 متر به نام منشیشون خانم زهرا شریف کاظمی ملک رحم کردن، ماشین بی ام وی ایکس 4 برای به اسم منشیشون خریداری کردن. ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی خرید میکنند. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی سواری مازراتی، ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلما، همه رو هم با هم داشته، اینجوری نبوده بفروشه بخره، همه رو با هم داشته. سوزوکی، ماشین سوزوکی، تویوتا رافور، موتورسیکلت ام وی آگوستا، قیمتش من از دوستان سوال کردم، قیمتش فقط بخوام عرض بکنم به اندازه 10 تا پراید از مدل 5 میلیون تومانیش. ملک خیابون الهیه هم خریده که ظاهرن از بانک‌های دیگه بوده. آقای رضوی اعلام میکنه که تسهیلاتشون سرمایه در گردش بوده. نه آقای رضوی، تسهیلات شما برای گردش بوده. شما متهم کلان هستید، مجموعه بانک‌های کشور رو به یغما بردید و باید پاسخگوی اعمال خودتون باشید. هادی رضوی میلیاردها تومان از بانک‌های مختلف به بهانه سرمایه در گردش و کارآفرینی وام گرفته و در نتیجه نقدینگی که برای تولید خلق شده بود را برای خرید زمین، مسکن و خودرو هزینه کرده بود.
اما هادی رضوی تنها متهم پرونده‌های این چنینی نبوده. دادن وام‌های ارزی و ریالی به افراد مجهول بدون گرفتن وثیقه‌های مشخص بخش دیگری از خلق نقدینگی در سال‌های اخیر است که به جای تولید سر از بازار دلالی درآورده و باعث بالاتر رفتن نرخ تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی شده. متاسفانه تعداد زیادی از دریافت کنندگان این تسهیلات افراد متصل به مقامات بانفوذ هستند. حلقه‌های قدرت، متنفذین سیاسی به جریان‌هایی که توی کشور به هر حال قوی هستند. اینها وام می‌گیرن که پس ندن، اصلا وام رو به قصد باز پرداخت نمی‌گیرن. که خب هر از گاهی که لو میره یک خبری در میاد که مثلا فلان کس چند هزار میلیارد معوقه بانکی داره. همه جور قانون‌گذاری کردن که اینا رو مخفی کنن. حتی مجلس براش قانون گذارن که 5 سال استمهال بشه و مثلا اینجوری. یا مثلا ممکنه 2000 میلیارد بگیرن، 3-4 سال پس ندن، زمانی که میخواد سوخت تلقی بشه، میان 2-3 میلیاردشو پس میدن، دوباره میان توی مشکوک الوصول طبقه بندی میکنن، تا بگن نه این وام همچنان داره باز پرداخت میشه. وثایق کافی هم براش ندارن عملا. اینقدر کسان کسی وثیقه نداره. عمدتا سفته و اوراق اینجوری میگیرن که اصلا ارزش نقد شوندگی نداره. و فقط ترازنامه رو درست میکنه، یک کارتون موز پره به اصطلاح سفته گوشی صندوق بانک میذارن، میگن خب اینم وثیقه مثلا چند هزار میلیاردی که پرداخت شده. بانک ها همه جای دنیا دنبال کسی میگردن که وام بخواد و توان بازپرداخت هم داشته باشه. تنها جای دنیا شاید بشه گفت که استقبال نمیکنه از وضعیت ایرانه و اصلا دوست نداره به کسی وام بده، چون وام گیرنده خیلی مشخص و کانالیزه تعریف شده. نصف مردم ایران اصلا وام نگرفتن. بر اساس گزارش‌های تکاندهنده‌ای که رسانه‌ها بر اساس صورت حساب‌های مالی مربوط به 15 بانک کشور منتشر کردند، 363 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تنها به 460 شخص حقیقی و حقوقی اعطا شده است که این رقم تقریباً معادل بودجه جاری دولت است و این 460 نفر تقریباً نیمی از تسهیلات بانکی کشور را دریافت کردند. رقمی که با اضافه شدن آمار سایر بانک ها و اجرای شفافیت یقیناً بیشتر هم می شود. جالب این که بر اساس گزارش های نهادهای نظارتی، عمده که موفقات بانکی نیز متعلق به همین وام گیرندگان بزرگ است. باز حالا این یک کیس دیگه ای از یک بانک دیگه ای، کیس واقعی هم هست که تقریباً این بانک کلاً از ابتدای تأسیسش تا الان 20000 میلیارد تومان حد اکثر دیگه بیشترین موردش وام تسهیلات داده، تقریبا 15000 میلیارد تومانش موفق شده. یعنی همه رو داده به آدم‌های اشخاص حقیقی حقوق اطراف خودش و همه اینا پس ندادن. یعنی اصلا اینم یکی از اون فاجعه‌هاییه که اگه مثلا مگه داریم ما چنین چیزی تو نظام بانکی از این بانک خصوصی هم هست؟ بله بانک خصوصی هم هست، همین بانکایی که بالاخره مجوز خلق پول در اقتصاد گرفتن. این یعنی کاملا خلق پول کن برای رفقا و الان همین بانک نزدیک 30000 میلیارد تومان 32000 میلیارد تومان زیان انباشته داره. خب این زیان از کجا باید پرداخت بشه؟ جیب مرد. باز تو همون بانک یه نفر در یک شب، جالب بدونید تو طبق صورت مالی همون بانک 26 اسفند سال 94 2000 میلیارد تومان تسهیلات گرفته. یک اصلاً شبه. آره شب عید که همه لنگ 1 میلیون 2 میلیون آقا 2000 میلیارد تومان که حالا دادگاه جرایمش هم برگزار شد اخیراً. و خب بله. این همون جاهایی که پول‌ها داره میره و ما نمیدونیم چرا این نقدینگی افزایش پیدا کرده ولی منجر به تولید نشده. این ریشه این تورم و افزایش نرخ ارز و اینا رو توی نمیدونم مذاکرات و اینکه ترامپ بره اوباما بیاد این تو اینا نمیدونن، ریشه تو ایناست. اینا وقتی که نقدینگی ایجاد میکنن تورم میشه و قیمت ارز میره بالا خیلی راحت. بله. این مطالبه اصلی از همه نامزدها، اصلاح طلبی، اصولگرای انقلابی، عدالت و هر چی هستی، این قول رو بعد مردم بده که آقا تسهیلات بانکی با اولویت تسهیلات میلیاردی همه شفاف باشه که چه کسی گرفته برای چه کاری، وثیقه‌اش چی بوده و الان تو چه مرحله‌ای، چقدرش پس داده. بله. این حق مردمه. چیز این اتفاق مهمیه. یعنی اگه این اتفاق بیفته حالا میشه اون تحت عنوان شفافیت خلق پول یا شفافیت تسهیلات کلان هم مطرحش کرد، خودش باعث میشه که این تقلبات بزرگ. بله. امکان رخ دادن نداشته باشه. چقدر جلوی مفاسد. بله. رو میگیره. یعنی شما وقتی شفاف بشه که آقا یه نفری 2000 میلیارد تومان تو یه شب رفته وام گرفته شب عید، این مشخص میشه دیگه. شما هر بانکی رو بزنی تو سامانه قشنگ. بله. مشخص باشه قشنگ در یه عدد بالاتر. برای ما که تقریبا واضحه که چه اون 2000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی، چون اینا که یه قانون 2000 که نیستش که، چه اون 2000 میلیارد تومان، چه اون مالی که 20000 میلیارد تومان تسهیلات گرفته، همه اینها برای بانک مرکزی ما مشخص بوده. سوال اینجاست این تخلف بزرگ رو دیدی چرا جلوش رو نگرفتی؟ خلق نقدینگی توسط بانک‌ها عین ظلمه. چرا؟ چون این پول رو تبدیل می‌کنن به ثروت برای خودشون، بنگاه‌های زیرمجموعه‌شون،
و هر کسی که به نوعی به این شبکه بانکی در دسترسی داشته، مثل اون کسی که سریال فلان رو ساخت، مثل اون کسی که فلان شاپینگ سنتر رو ساخت، شما به درستی اشاره کردین. مردم فکر می‌کنن وقتی بانک داره وام میده، بقیه سپرده کردن پولاشون رو تو اون بانک، داره از اون پول، نه داره خرب، یعنی با فشار دادن دکمه ها اون متصدی تو شعبه داره در همون لحظه 40000 میلیارد تومان به حجم کل پول کشور اضافه میکنه. تأسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی شدن بانک‌های دولتی یکی بعد از دیگری در سال‌های اخیر بدون توسعه نظارت بانک مرکزی و اعمال محدودیت در واگذاری تسهیلات یکی از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی در کشور بوده است. مهد این ماجرای خلق نقدینگی بانکی آمریکاست دیگه. اونجا اومدن بانک‌ها رو دو بخش کردن. کامرشال بانک، اینوستمنت بانک. شما چند هزار تا بانک تو آمریکا می‌بینید دیگه، درسته؟ همه اینا اینوستمنت بانک. یعنی قدرت خلق نقدینگی ندارن. اون بانکایی که قدرت خلق نقدینگی دارن در 100 سال گذشته، یعنی 1913 که فدرال رزرو تأسیس شده تا امروز تعدادشون تغییر نکرد. یعنی دست همون 13 تا خانواده راکفلر، راتشاید، واربرگ، مورگان ها، همون بانک اف امریکا، سیتی گروپ، نمیدونم چیس گروپ، اونایی که کامرشال بانکن قدرت خلق نقدینگی دارن، اونها اضافه نشد. ما اینو نفهمیدیم. یعنی توی دولت اومدیم گفتیم آقا خصوصی سازی، خب بانک ها هم خصوصی کنیم. بعد مسئله رو تقدیم دادیم به این که آقا مثلا این مسئول شعبه خدمت نمیده خوب به ارباب رجوع، با خصوصی کنیم که این قشنگ لباس شیک تنش باشه و فلان، و قوت قدرت خلق پول رو دادیم به بخش خصوصی، این خارج بانک خصوصی با قدرت خلق پول. از زمانی که بانک‌ها ایجاد شدن، تلاطم‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران به شدت افزایش پیدا کرده، یعنی عملا اقتصاد کشور به گروگان گرفتن و به اختشاش کشیدن. تا زمانی که بانک‌های خصوصی یا نظام بانکی بتونه بی ضابطه خلق پول بکنه و هرجور دلش بخواد خلق بکنه، اقتصاد آرامش پیدا نمی‌کنه. یعنی شما یه بخشی، بخش واقعی اقتصاده که داره تلاش می‌کنه کالای واقعی رو تولید بکنه که فرآیند بسیار پیچیده‌ای داره. حالا بخشی هم داره توی اقتصاد که خلق پول انجام میده ثانیه‌ای. 93% که اصلا کاغذ هم نمی‌خواد دیگه، اعداد توی کامپیوتر هست و این میتونه جایگزین اون بشه. در نهایت می‌رسیم به تولید نقدینگی در بانک مرکزی. ایجاد نقدینگی یا چاپ پول در بانک مرکزی ایران به دو روش انجام می شود. یکی تولید نقدینگی به پشتوانه دلارهای نفتی، به این معنا که دولت معادل دلاری که از فروش نفت به دست آمده پول چاپ می کند، و راه دیگر ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه است. دولت‌ها زمانی که نمی‌توانند درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کنند، مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه هستند و اصطلاحاً به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. اگر بودجه شما ناتراز باشه، شما قوی‌ترین فردم بذارید تو بانک مرکزی، بالاترین نیرو هم بذارید، نظارت هم بذارید بالا سرش که پول چاپ نکنه، او پول چاپ می‌کنه. چون وقتی فشار انباشته مطالبات معلم‌ها حقوقشون میشه، حقوق معلم‌ها عقب بیفته. مگه میشه حقوق پرستار عقب بیفته؟ مگه میشه پیمانکارهای دولت که صورت وضعیتشون باید پاس بشه بهشون پولی پرداخت نشه؟ این فشار هم باشه وقتی بیفته پشت دولت، این مطمئنن منتقل میشه بانک مرکزی و هر کسی اونجا باشه سر کی سر شغل میکنه، شروع میکنه پول چاپ کردن. مگه میشه؟ اینو بحران اجتماعیه. دولت محقق نشدن درآمدهای نفتی و تحریم‌های آمریکا را دلیل کسری بودجه میداند، اما آیا راهکار دیگری جز فروش نفت و چاپ پول برای تامین بودجه کشور وجود ندارد؟ اولین گزینه اینه که هزینه ها باید بیاد پایین. هزینه ها باید، منم موافقم. دومین گزینه که درآمدهای پایدار مالیاتی ما باید بره بالا. آیا این امکان پذیره؟ آقا اقتصادی مردم پوستشون داره کنده میشه، کارآفرینا پوستشون. آقا شما بیا سربار مالیات هم بهشون اضافه کن. کی گفت سربار مالیات بهشون اضافه کن؟ کسی هم چه حرفی نزد. شما برو دنبال پایه‌های مالیاتی معاف از مالیات و دنبال فرار مالیاتی. بزرگترین عددهایی که برای کسری بودجه 1400 عنوان شده تو اوردر 500 همت، 400 همت، 300 همت این عدد است. یعنی آقای حسین راهفر که یکی از اقتصاددانان نهادگرا در کشور ما هست، ایشون معتقده که ما فرار مالیاتی اون حدوداً، حالا فرار مالیاتی و پایه‌های مالیاتی معاف از مالیات دیگه، من هی تکرارش می‌کنم، حدوداً 700000 میلیارد تومان. من اصلا میگم نه اون 900000 میلیارد تومان، نه این 700000 میلیارد تومان، دیگه 400000 میلیارد تومان که هست که فقط سی جی تی، یعنی کپیتال گین تکس یا مالیات بر عادی سرمایه، حالا این که میگم مالی یه سال پیشه دیگه، 100000 میلیارد تومان درآمد برام ایجاد کنه فقط این یه قلم. درست شد؟ بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ما مالیات نمیدن.
دلالان و سوداگرانی که در همین جهش‌های ارزی در بازارهای ارز، سکه و مسکن ده‌ها میلیارد تومان سود بادآورده کسب کرده بودند، بابت این درآمد خود که در اصل میتوان گفت از جیب اقشار کم درآمد کسب کرده بودند، هیچ مالیاتی پرداخت نکردند. تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه میتوانست بخشی از این درآمدها را به نفع عموم مردم بازپس بگیرد. اما در سال 1393 در جریان تصویب این قانون، پس از درخواست شخص وزیر راه و شهرسازی از رئیس وقت مجلس، بعد از سالها کار کارشناسی از دستور بررسی مجلس خارج شد. به نظر می رسد بخش‌های زینفوزی در دولت علاقه‌ای به اخذ مالیات از طبقات ثروتمند جامعه ندارند و متاسفانه تنها منبع مالیاتی دولت را کارمندان و کارگران حقوق بگیر و تولید کنندگان می بینند که عمده بار مالیات را به دوش می کشند. برای مثال مجلس جدید در قانون بودجه سال 99 برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و اشرافی چند ده میلیاردی ثروتمندان و همچنین خودروهای لوکس و میلیاردی پایه مالیاتی جدیدی وضع نمود که در نهایت تعجب و در سالی که دولت با کسری بودجه و فشار تحریم‌ها مواجه بود، دولت این قانون مهم را اجرایی نکرد تا قله‌های ثروت در ایران خیالشان آسوده باشد. این قانون در بودجه 1400 هم تکرار شد که با گذشت 2 ماه از سال هنوز عملیاتی نشده است. متاسفانه در 8 سال گذشته سهم مالیات از درآمدهای دولت در لایحه بودجه تنها حدود 3.5% افزایش پیدا کرده که این عدد در سال 99 حتی از درآمد سال 93 یعنی اولین سال دولت 11 2% کمتر است. با وجود همین شرایط، باز هم دولت در اجرای طرح‌های اقتصادیش علاقه‌ای به رصد فعالیت‌ها و میزان ثروت و درآمد اقشار مختلف به ویژه در سال‌های ابتدایی نداشت. به این بهانه که نمی‌خواهد به حریم خصوصی افراد ورود کند. یه راه داشت برای اینکه همه رو شناسایی کنیم، من تا کنون موافقت نکردم و اون سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم هست. ضررش بیش از نفع هست. ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که رئیس جمهورش تا همین 2-3 سال پیش میگفت حساب‌های بانکی مردم حریم خصوصی مردمه. تو لیبرال ترین کشورها مثل کانادا و امریکا حساب خصوصی مردم حریم خصوصی مردم نیست. چی شد که تو ایران حساب بانکی شد حریم خصوصی مردم؟ این رویکرد موجب عمیق‌تر شدن فرارهای مالیاتی در کشور شده، تا جایی که رئیس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه ای اعلام کرده بیش از نیمی از میلیاردرهای کشور مالیات نمی دهند. با این اطلاعاتی که ما در واقع از مؤدیان مالیاتی یا همون مردم در حقیقت گرفتیم، این عددی که خدمت شما عرض کردم عدد خوب واقعیه که من ریز افرادشم دارم. بنابراین ما آقای پارسا 300 هزار نفر رو ما اعلام کردیم، درآمد این 300 هزار نفر چقدر هست؟ چقدر مالیات بدن؟ اینا میلیارد به بالاست درآمد مشمول مالیاتشون میلیارد به بالاست و بیش از 50% اینا اصلا مؤدی مالیاتی نیستن و پیش ما پرونده‌ای ندارن. حالا بیایید یک بار دیگر با هم مرور کنیم. همانطور که آقای فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصاد که او را پدر اقتصاد پولی می دانند در اثر سالها مطالعه در اقتصاد کشورهای مختلف اثبات کرد، افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید باعث ایجاد تورم می شود. دولت، بانک مرکزی و بانکهای خصوصی و دولتی در ایران با چاپ پول و دادن تسهیلات حدفاصل سالهای اخیر نقدینگی را چند برابر افزایش دادند و در این سالها تولید نه تنها افزایش نداشت بلکه گاهی اوقات منفی هم بود که این باعث تورم و جهش خیره کننده قیمت ارز در سالهای اخیر شد. این اتفاق مخصوص کشور یا تفکری خاص نبوده و نیست. برای مثال همین سالها کشور آرژانتین با روی کار آمدن دولتی متمایل به غرب بالاترین تورم تاریخش را تجربه کرد. با به قدرت رسیدن دولت ماوریسیو ماکری و افزایش بی‌ضابطه نقدینگی، آرژانتین تورم 55% را تجربه کرد که جزو بالاترین تورم‌های ثبت شده در دنیا بود. این کشور در دوران ماکری نه تنها هیچ مشکلی با آمریکا نداشت و تحریم نبود، بلکه رابطه تجاری و سیاسی بسیار خوبی هم با آمریکا داشت.
نهایتاً هم همین تورم سنگین منجر به اعتراضات مردمی و شکست و سقوط دولت لیبرال و غرب‌گرای ماکری در انتخابات سال گذشته آرژانتین شد. در آرژانتین هم درست مثل ایران و بسیاری از کشورهای دارای تورم بالا، این افزایش بی‌رویه نقدینگی بود که در توقف تولید ملی موجب کاهش چندین برابری ارزش پول ملی کشور شد. این موضوع برای همه کشورهای دیگر با تورم‌های بی سابقه از ترکیه تا زیمبابوه صادق است. به قول ما ایرانی‌ها، یک کلام ختم کلام، جهش نقدینگی بدون تولید مساوی است با تورم. اما سوال باقی مانده و چیزی که کسی نمی‌خواهد شما به آن فکر کنید این است که آیا عقربه‌ای جلوی رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصادی در دولت به عنوان متولی بانک و اقتصاد نبوده که متوجه رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در سالهای اخیر شوند که اوج انفجار نقدینگی بود؟ یه اعتراف تلخ اما بسیار بسیار مهم، بسیار بسیار مهم. آقای دکتر سرزعیم یکی از مشاوران اصلی اقتصادی دولت داشتن. ایشون به صراحت میگه آقا ما میدونستیم، اینن از لغت بهمن، بهمن نقدینگی استفاده میگه، ما میدونستیم که بهمن نقدینگی خواهد آمد و همه چیز رو با خودش خواهد برد. بعد موجی ازش میپرسه بچه‌ها چی نگفتیم؟ میگه شما از کجا میدونید ما چی نگفتیم؟ جدی ترین بحثا تو دولت اتفاقا همینا بود، ولی ما اقلیت شدیم. موجی ازش میپرسه چرا؟ میگه به خاطر اقتصاد سیاسی. میگه اقتصاد سیاسی یعنی چی؟ میگه به خاطر اینکه برجام امضا شده بود و مردم باید شیرینی برجام رو میچشیدن و انتخابات هم پیش رو بود. مسئله این نبود که حواسمون نبود یا نگران نبودیم، اتفاقا خیلی نگران بودیم، خیلی هم قصه میخوردیم، خیلی هم میگفتیم. بالاخره ما اکثر جلسات بحران بانکی این حرفا رو ما تو اون سالها داشتیم، پیاپی ما جلسه پی داشتیم که گفتیم که بیش از این دیگه شما نمیتونید تعلل بکنید، باید فکر برای این داستان بکنید و این انقدر منفجر خواهد شد. اقتصاد سیاسی پشت داستان بود. خب اقتصاد سیاسی بخشش آقای سیف به نظر من هنوز شدت مشکل رو نمیدونست، بخشش هم زورش نمیدونست و اون بحران رو جلوش رو بگیر. توی دولت متاسفانه اقلیتی شدیم و شدن کسایی که فکر میکرده که اصلاحات اقتصادی وقتشه و کسایی که میگفتن نه بالاخره انتخابات جلو راه هستش، مردم تازه تحریم اومدن بیرون فلان، اینها اونا غالب شدن. میدونین معنی این اعتراف چیه؟ معنی این اعتراف اینه که اون موقعی که پشت تریبون های مناظرات انتخابات سال 96 یه بزرگواری میگفت مردم ما ثبات رو به اقتصاد ایران آوردیم، چون من تا قبل از این اعتراف میگم که واقعا نمیدونن، ولی وقتی یکی از مشاوران اصلی اقتصادیشون این اعتراف رو کرد فهمیدم که میدونستن و عالمانه داشت این حرف رو میزد و این به نظر من اتفاق خیلی بزرگی بود، خیلی بزرگ، نمیشه به سادگی از کنارش گذشت. مصاحبه اخیر آقای سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی هم نشان می‌دهد در همان سال‌های 93 تا 96 بانک مرکزی معتقد بوده با توجه به بهمن نقدینگی موجود نرخ واقعی ارز باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد. آقای سیف اینطور توضیح می‌دهند که دولت با سیاست‌های باز اقتصادی و تجاری و سرکوب نرخ ارز به ظاهر تورم را کاهش می‌دهد و نوعی رفاه و گشایش در جامعه ایجاد می‌کند. و در مورد علت این پدیده هم اینطور توضیح می‌دهد. تصوری که دوستان داشتند این بود که بعد از مذاکرات و توافقی که حاصل می‌شد، منابع ارزی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. وضع نفت و صادرات غیر نفتی هم خوب می‌شود. تصور این بود، اما ما همیشه توضیح می‌دادیم که تا وقتی تورم داریم، نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم و این اثر خود را روی نرخ ارز می‌گذارد. دردناکتر از همه هم این که آقای روحانی 8 سال قبل یعنی در سال 92 زمانی که به افزایش 3 برابری نرخ ارز در دولت قبل انتقاد می‌کرد، عامل این تورم را 7 برابر شدن میزان نقدینگی عنوان می‌کرد و می‌گفت نباید همه مشکلات را گردن تحریم انداخت. تورم بالای 30% کاهش قدرت خرید پول ملی به کمتر از نصف، بیکاری بالای 13% و رشد اقتصادی
صفر و یا حتی منفی. همه ضعف‌ها و همه ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت. من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل خواهم داد. امروز سوال مردم از رئیس جمهور این است که چه اتفاقی افتاده است که با گذشت 8 سال آدرس همه مشکلات از داخل کشور به کاخ سفید تبدیل شده است. لعنت خداوند بر همه اونهایی که مسبب بودند، که مسبب اصلیش رژیم صهیونیستی بود و بعد تندروهای آمریکا بودند و در رأسش ترامپ. و مردم عزیز ما باید بدونند این بمبی که رو سر اونها اصابت کرده، بمب اقتصادی، کدام هواپیما پرتاب کرده، از کجا شلیک شده. آدرس غلط به مردم ندید، خدا از شما نمیگذره، تاریخ هم از شما نمیگذره. آیا بمب واقعی همان نقدینگی نبود که رئیس جمهور سالهای قبل و پیش از انتخابش هشدار میداد و در دولت مشاوران و کارشناسان پشت درهای بسته بارها خطر انفجارش را هشدار میدادند اما خبری از آن به بیرون درز نمی کرد تا مردم سرخوش از دستاوردهای برجام باشند؟ شاید مهمترین زیرکی که ترامپ به خرج داد این بود که برای شرطی کردن اقتصاد ایران بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن از برجام خارج نشد و خروجش را با لحظه که انفجار نقدینگی انبار شده در اقتصاد ایران همزمان کرد. بعد از انفجار نقدینگی دولت حتی با تزریق 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی هم نتوانست جلوی سیلی که در اقتصاد راه افتاده بود را بگیرد. کاش از همان ابتدا به جای اینکه 8 سال همه ذهن و انرژی دولت صرف مذاکره با طرفهای غربی شود و به جای دستاوردسازی برای برجام و ارزپاشی‌های قبل از انتخابات 96 تلاش می‌شد تا با مهار سوداگری و دلالی نقدینگی به سمت تولید برود. کاش دولت با مسئولان نظام بانکی هم مذاکره می‌کرد تا جلوی خلق بی‌ضابطه نقدینگی بدون توجه به تولید گرفته شود. اگرچه مذاکره عزتمندانه برای رفع تحریم‌ها در جای خود لازم است اما نباید رفع همه مشکلات کشور را در مذاکره دید. بعد از 8 سال هنوز مذاکرات با طرف‌های غربی در وین ادامه دارد، حال اینکه افزایش بی‌ضابطه نقدینگی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد نتیجه این مذاکرات هر چه باشد قیمت ارز حد اکثر 2 تا 4 هزار تومان کاهش می‌یابد. البته همین کاهش هم موقتی بوده و با خلق نقدینگی روزانه 2000 میلیارد تومانی به زودی جبران خواهد شد و معجزه‌ای در اقتصاد ایران اتفاق نخواهد افتاد. حتی با فرض کاهش 4000 تومانی قیمت دلار هم باید به دنبال علت افزایش 6 برابری قیمت آن در سالهای گذشته بود که همان نظام بانکی و مالیاتی است. دولت آینده هم هر رویکرد سیاسی داشته باشد باید بداند که تحریم‌های آمریکا فقط باعث شده سوء مدیریت‌ها در اقتصاد ایران پیدا و مشخص شوند و اگر برای رفع مشکلات نظام مالی و بانکی کشور اقدامی نشود و همین مسیر ادامه پیدا کند، جهش‌های ارز بعد از چند سال تکرار خواهند شد و دوباره آش همین است و کاسه همین. باید در نظر داشت که راه حل اصلی مشکلات کشور نه در واشنگتن دی سی، که در اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است.